بیننده های عزیز، به ادامه برنامه عصر حریوا خوش آمدین. در این بخش برنامه جناب آقای سید حسین نعیمی، آمر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در برنامه با ما هستند. جناب آقای نعیمی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما جناب آقای نیکزاد و تمام بیننده های عزیز، بالخصوص جوانان هرات کمین لحظه. برنامه خیلی خوب شما از تلویزیون جهانی اسلام بیننده است. بسیار تشکر جناب آقای نعیمی. در ابتدا جا داره که تبریک عرض بکنم سمت باشه. جدید شما من حیث آمر جوانان ولایت هرات. زنده باشین. تشکر. وضعیت جوانان هر چگونه میبینین و چی پلان ها و چی اهدافی دارین که از این به بعد میخواین اجرا بکنین در سمت آمر جوانان ولایت هرات؟ تشکر از شما جناب نگزاس عزیز. متاسفانه در یک اخیر وضعیت تمام مردم افغانستان برای همه ما و شما معلوم به هویدا است. وضعیت کنونی میتونیم بگیم نسبتاً به چند روز گذشته در این روزهای اخیر خیلی خوب شده. مثلا میبینیم که برخی از جوانان متاسفانه با برخی از گفته‌های نامشخصی که تبلیغات مختلف که از طرف برخی از حکومت‌های غرب برای از اونها داده شده که گویا افغانستان در حال سقوط است و نفهم مشکلات زیادی قرار است راه‌اندازی بشه، متاسفانه پار بر فرار گذاشتن و این راه حل نیست. ولی اما خیلی خوشحال هستم که هنوز جوانان خیلی خوبی در ولایت هرات هستند، افراد تحصیل کرده در حال راه اندازی برنامه مختلفی که در گذشته داشتند در حال راه اندازی برنامه خود هستند و خوشبختانه روز گذشته کانکور اعلان شد و دیدیم که در ولایت هرات از جمله ولایتی بود که بیشترین افراد پذیرش در کانکور افغانستان داشت و برنده کانکور و هم کامیاب شدند. و برنامه مختلفی داریم جناب نگزاس عزیز، چون گفتم افغانستان از یک حالت قبلی به حالت اولیه برگزش گذشته و حکومت قبل سقوط کرد و حکومت جدید امارت اسلامی آمده. فما برنامه که فعلا روی دست داریم، اولین کاری که ما قرار است انجام بدیم، جوانانی که در گذشته بودند، جوانانی که فعلا در هرات هستند و به گونه‌ای که از حکومت فعلی ناراحت هستند، ما دوباره قرار است اونا جمع‌آوری بکنیم و دوباره بنشینیم برنامه مختلفی با ایشان راه اندازی بکنیم ان شاء الله. بسیار عالی. پیشتر اشاره کردین که امروز جوانان ما در این روزها خصوصا بیشتر میخواین که فرار بکنن و یا هم منوی خودر از کشور خود خارج بکنن. بیشتر از این افراد هم فکر میکنم قشر تحصیل کرده و اشخاصی هستن که تحصیلات از اونا خوب هست. فکر میکنین دلیل چی بوده؟ خود از اینا میخواین یا نه به نحوه اجبارن این از کشور؟ تشکر آقای نیکزاد. خود ما و شما در جریان هستیم، شاید یکی از جمله و از افراد ما و شما بوده باشین که در قبل از اینکه هرات در کل افغانستان امارات اسلامی بیای فتح بکنه و افغانستان رو در دست خود بگیره، شاید همیشه ما و شما پیش خود نشسته بودیم گفتیم اگر این کار انجام بشه ما هم پار به فرار برقرار ترجیح میدیم. ولی متاسفانه آن چیزی که ما تبلیغ شده بود در 20 سال گذشته قبل از اینکه دوری اول امارات اسلامی ما و شما یاد نمیدین، همیشه برای ما و شما گفته شده بود که گویا طالبان اگر میان یک هیولای برای ما و شما درست کرده بودند، که اما میبینیم که برعکس او است. برای شما ابو تبلیغات مختلفی که از طرف حکومت بالخصوص غرب برای جوانان عزیز متاسفانه داده شده بود که گویا قشر تحصیل کرده، قشری که در حکومت قبل وظیفه داشتن، قشر بالخصوص خبرنگاران عزیز و فعالین مدنی، اینا از بین میبرن. اما خوشبختانه میبینیم که چنین حرفی نیست. اولین کسایی که در حکومت فعلی وظیفه انجام دادن و در حال وظیفه هستن، یکی از جمله از افرادی که در حکومت قبل وظیفه انجام میده و کارمند رسمی دولت قبل بود و همین هم هستم و خیلی اگه احترام خیلی خاص، احترام خیلی خوب که از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ که فعلا سرپرستی از جناب مولانا سید نعیم الحق حقانی از ولایت هرات هستند، انسان خیلی شریفی، به این مسئولیت بزرگ رو به دوش ما دادن. اگر قرار بود جوانان هرات به حاشیه کشیده بشن، اگر قرار بود جوانان هرات توسط امارت اسلامی از بین برن، پس مطمئن باشین امروز اصلا نعیمی هم در هرات نیی بود و یک وظیفه خیلی بزرگ برای از جامعه میدادن. بله دقیقاً. یکی از مثال های زندگی خود شما داشتین که من حیث آمر جوانان بله. ولایت هرات انتخاب شدین و باید جوانان عزیز ما هم بیاین انگیزه بگیرن بله. فرار نکنن، به نحوه کشور خود بله. ترک نکنن، چون که راه حل فکر نکنم باشه رفتن از کشور. بیشک اگر قرار بود همه یه ترک بکنین، افغانستان خانه ما و شما هست، افغانستان خانه مشترک تمام افغان ها هست، اگر قرار باشه همه یه ترک بکنین پس کی به یه کشور بمونه؟ و دلجم باشین دوستایی که رفتن، من مطمئنم اگر تلویزیون خوب از جانی است و احتمال میره دوستا ببینن، اگر در یک از کشورام برم مثلا تعدادی از زیادی از جوانو ببینین در شهر اوگاندایی که مرکز افریقا است، در اونجا نور پایین کرده یاره دیگه، فکر کنم وضع افغانستان بهتر نبود، حتی بهتر نبود ولی که بهتر هم بود. و ما مطمئن هستم هیچ جای جهان کشور خود آدم، خانه خود آدم افغانستان نمیشه. لطفا در
افغانستان بمانند و مثل گذشته و بهتر از گذشته دوباره فعالیت خود آغاز بکنند. جناب آقای نعیمی عزیز، من فکر میکنم هر جای دنیام که بری، ولو که بعد از 30 سال الی 40 سال، باز هم یک بار دیگر هم که شده به خانه خود باز میگرده شخص، یک بار دیگر هم میای از کشور خود، از وطن خود دیدن میکنه. پس چی خوب از همین نیرو و انگیزه ای که داره بیاید در خود کشور خود مصرف بکنه تا که وطن از او و جامعه از او هم پیشرفت. حرف خیلی خوب زدین جناب نگزاست. شاید ما بتونیم آری از او انگیزه هایی که داریم، از او تحصیلاتی که داریم فلان، در کشور خود افغانستان به خیلی خوبی استفاده بکنیم. ولی مطمئن باشین این فکری که ما و شما داریم، تحصیلاتی که ما فعلا داریم، در کشورهای دیگه استفاده کردن نمیتونیم. از این تحصیلات ما و شما، از ایدام و مطمئن باشین که در کشورهای دیگه استفاده صورت نمیگیره. ما فقط تنها افرادی میشیم در کشورهای دیگر که بتونیم حتی فقط همون روز خورد شام بکنیم. گفتیم ما مردم هرات و از ما هیچ نوع استفاده خیلی خوبی در کشورها نمیشه. و اگر بیایم و بعد از 20 سال بعد دوباره به افغانستان برگردیم، یک انسان ضعیف میشیم، یک انسانی که در دیگر کشورها زندگی کردیم و خیلی زمینه هایی که اگر تیگه برای ما تبلیغ های زیادی شده که نفهم زمین های تحصیل فراهم است و زمین های زندگی فراهم است در دیگه کشور رو مطمئن هستم نیست. و ما فقط یک جسمی هستیم در اونجا، مثل یک روح فقط زنده هستیم در کشورهای دیگه. و ما میتونیم بعد از 20 سال اگر بازم بره بگردیم به کشور خود، نمیتونیم از ویدا خود دوباره به افغانستان استفاده بکنیم. بله. فکر میکنین این شایعه هایی که امروز در داخل جامعه رد و بدل میشه، گویا بر اینکه نمیگذارن خانم ها و یا هم جوانان تحصیل بکنن، جلو تحصیل از اونا گرفته میشه، جلو کار از اونا گرفته میشه، این شایعه ها چقدر تونست انگیزه جوانان را کم بکنه و حتی شروع به فعالیت نکنن، شروع به کار خود نکنن؟ تشکر آقای نگزاد. یک دوران قبل هم که ما و شما یاد نمیدیم، طالبان و امارت اسلامی در افغانستان حکومت کرد. متاسفانه روی کرد قبلی تا فعلی خیلی فرق داشت و وقت، ولی اکنون میبینیم یک روی کرده خیلی خوبی دارن امارت اسلامی. من پیشتر خود مثال دادم که در یک جوانی از داخل هرات آمدون یک وظیفه خیلی بزرگی برای من شخصا دادن. ولی انگیزه جوانان قبل از اینکه امارت اسلامی بیایه به هرات و در کل افغانستان تصرف بکنند، انگیزه خود کم از دست داده بودن. فکر میکردم طالب فعلی همون طالب 20 سال قبل است، همون طالبی است که به زور شلاق میگفت نیفام ریش بلند بکنیم، باید حجاب اسلامی داشته باشین و نیفاف و یک گپای مختلفی که حال درست کردن. و انگیزه که چند روز قبل از جوانا گرفته شده، ولی کم کم ما میبینیم که دوباره تشویق شدن، دوباره دیدن که طالب 20 سال قبل نیست، طالبی نیست که بیا بزور شلاق همه گیر روان بکنه که برای نماز بخونه و نیفاف فلان، حرفای مختلفی که رد و بدل میشه. ولی انگیزه خیلی خوب جوانا گرفتن فعلا. میبینم تماسای زیاد خودمو دارم، همین روزا جوانان به دفتر میان که شاید ماها از امیدات جوانان، ماها از هرات دور بودن، ولی هی کم کم میبینیم جوانان پس میان به داخل کشور خود، به خصوص ولایت هرات. اگر در خانه قایم بودن، اگر در گلیسولیا رفته بودن، اگر در اماکن مختلف افغانستان سفر کردن، دوباره میبینیم این پس میان به ولایت هرات و کم کم دوشنی برای از اون پیدا میشه که طالب قبل نیست، طالب لوشن فکر است، طالبی است که از جوانان، از خبرنگاران، از فعالین بدنی همگی به کار داره. چنانچه ملاناسب حقانی سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هرات هر روز با جوانان ولایت هرات شاید بالای 20 جلسه دیدار داشته باشه. همین لحظه هم که پیشتر هم که من تماس گرفتم، گفتن تا ساعت 6 تا شام ما جلسه داشتیم با جوانان مختلف ولایت هرات، با دانشمندان هرات، با کسایی که قشر تحصیل کرده هستن و خیلی خوش بودن از اینکه جناب حقانی سه بیرات اومدن و از خود هرات هستن، یک انسان خیلی روشن فکر هستن. بله. جناب آقای نعیمی، خود شما قبل از اینکه این مسئولیت و این وظیفه به شما سپرده بشه چه احساسی داشتین؟ بعد از اینکه این مسئولیت رو به عهده گرفتین چه احساس و چه انگیزه ای دارین؟ تشکر جناب نگزاد صاحب. من گفتم پیشترم برای شما، من قبل از اینکه طالبا بیان افغانستان فتح بکنم، من کارمند رسمی اداره شمالی هرات بودم. اولین چیزی که به فکر من ذهن ما اومد، گفتم اگر طالبا ما اولین کاری که میشه مار باشه میکشن، جوان تحصیل کرده باشه میکشن و دیگه شاید هیچ نوع جوان، هیچ نوع خبرنگاری که من همیشه فعالیت های رسانه‌ای در هرات داشتم، گفتم اولین کسی که باشه کشیده باشه ما هستیم. و خیلی فکرای بزرگتر از اون که پیشتر گفتم، شاید ما جمله کسایی باشیم که ما را تا زنده نگذارن. ولی با آمدن امارت اسلامی که بعد از 3 روز که از حکومتشون تیر شد، من آشنایی پیدا کردم با جناب حقانی صاحب و همچنان مامیس ولایت چند مرتبه دیدم و دوستای دیگر دیدم، اصلا اون فکری که من به ذهن خود داشتم و به ذهن من خطور میکرد طالب فعلی و امارت اسلامی نبوده. ولی برعکس، طالب فعلی و امارت اسلامی که فعلا حاکم است در افغانستان، از جوانان فعال، از جوانانی که تحصیل کرده هستند، بالخصوص قشر خبرنگار همیشه با کار دارن و همیشه کوشش میکنن یک حامی سرسخت
بر جوانان قشر تاثیر کرده باشه. جناب نعیمی صاحب، اشاره کردیم که این روزها بیشتر با جوانان سر و کار دارین، آیا هنوز هم میخواین که اون برنامه‌ای که قبلا اجرا میکردن قوی تر بیاین اجرا بکنن، انگیزه بالاتری داشته باشن، باز هم اون پلان ها و برنامه های خود بیاین شریک بسازن با مردم و با جامعه خود یا نه؟ با تشکر آقای نکزاد، و اگرچه که ما شما از اون لحظه صحبت میکنیم، قبلا اگرچه که همگی به این فکرن که فعلا جوانان باید شکشیده میشن، در حکومت قبل این ما شما باید بپذیریم که به عنوان یک جوان همیشه باشی بودیم. همیشه جوان میرفت یک سر وظیفه میگیره که بهترین پوزیشن، بیشترین پول و همچنان بیشترین پارتیر داشته باشه. ولی حالا میبینم که جوانانی که میان در هراد وظیفه میگیرن، کم کم از خود هراد وظیفه میگیرن، جوانانی هستند که واقعا تحصیل کرده هستند. جوانانی که میروزا برای ما مراجعه میکنن میگن ما قوی تر از گذشته پیشرفت میکنیم، قوی تر از گذشته برنامه خور شروع میکنیم، چون معلوم میشه مثلا الگون برقرار میدن که تو برای حکومت فعلی وظیفه گرفتی، پس مطمئنن ما جوانان همیشه در صدر حکومت هستیم، در وظایف بزرگ حتما ما تعیین میشیم و همچنان برنامه‌ای که از قبل داشتیم کوشش میکنیم فعلا قوی تر از گذشته شروع بکنیم، با حمایت ریاست اطلاعات فرهنگ، با حمایت دونارهای مختلفی که در افغانستان فعلا فعالیت میکنه و همکاری میکنه. بله دقیقاً، واقعیت که جامعه های موفق میشن که در او جوانان سر و کار داشته باشن و بیاین ثابت بسازن. جوانان همیشه میگن ما آینده ساز کشور، ما ستون فقرات جامعه هستیم، ولی باید این ثابت بسازن، عملا بیاین روی کار، بیاین دیگه بیرون رفتن از کشور و خارج شدن از مرزها دیگه راه حل نیست. امی صحبتی که میکنن، امی صحبت خود رو بیاین واقعا عملا ثابت بسازن، بیاین بگن که واقعا ما ستون فقرات جامعه هستیم. فکر میکنین چقدر تا به فعلا این صحبت جوانان عملا ثابت شده که اونها روی صحبتی که داشتن واقعا استاد بودن؟ با تشکر آقای نکزاد، اگر بیایم در گذشته هم ببینیم حکومت قبل، هر جا در هر اداره میگن میدیدین ما در هر برنامه، اگر بود چی برنامه فرهنگی بود، چی برنامه اجتماعی بود، چی سیرای حرمی مختلف بود، اولین پیش قدم در برنامه جوانان بودن. بله. جوانان کوشش کردن که همیشه در برنامه مختلف بدون کدام امتیازی که ما شما بیشتر در جریان هستیم بیاین در دوش دوش حکومت باشن، دوش دوش کشور خود باشن و دوش دوش مردم خود خدمت های مختلفی انجام بدن. ولی فعلا هم میبینم در روزا که من نشسته با جوانان دارم، حتی بیرون از داخل شهر، حتی از ولسوالی چشت شریف، خیلی خوشحال هستم که دیروز از ولایت قندهار آمده بودن جوانان به دفتر آمده بودن که ما مردم قندهار خیلی خوشحال هستیم که یک جوان از خود هرات آمد امیر جوانان شده و ما دوش دوش با شما همکار هستیم. ولی میبینیم که خوشبختانه جوانان هنوز خوش هستن، هنوز امیدوار هستن و هر جایی که به دست جوانان سپرده شده تا حال، چی در قبل بوده چی فعلا بوده، جوانان موفق بودن، کوشش کردن به نحوی هستن همون کاری که به سپرده شده پیش ببرن. بله، جوانانی که فکر میکنن با بیرون رفتن از کشور موفق میشن، آیا موفق میشن؟ من نظر شما ببینید ترک کشور راه حل نیست. بیشتر هم گفتم بیان اون فکره، همون اندیشه، همون کار کرده که جوانان دارن بیان در خود کشور خود انجام بدن، بیان در خود حکومت فعلی انجام بدن، به اون مطمئن هستم که موفق بشن. حکومت فعلی جوانان میپذیره، حکومت فعلی قشر تاثیر قدر میپذیره و همچنان همکار خیلی خوبیه. بیشتر هم اگرچه گفتم که اگر به کشورهای خارج برین مطمئن باشه نه تحصیل شما به درد کشور میخوره، نه فعالیتی که انجام دادن به درد شما میخوره، نه ای که به فعالیتایی که روزمره هرونگیر داشتین به درد اون کشور نمیخوره. اون کشور هر چی داره، آبدود شده از خود خور داره، به بخشای دولتی از جوانان خود خور استفاده میکنن دیگر کشورها و فقط مثل یک روح هستین که ما در کشورهای دیگه میتونیم زنده بمونیم. ولی ترک کشور بازم میگم راه حل نیه، بیان در کشور خود فعالیت بکنن، ادامه بدن و مطمئن هستم که حکومت فعلی از جوانان استفاده خیلی خوب میکنه. بله دقیقاً، پس شکر که واقعا بیان جوانان دور هم جمع بشن، چون که دست تنها صدا نداره. بله. وقتی یک جمعیتی از جوانان جمع بشن دیگه فکر میکنم که مشکل از اونها بگیره و همیشه میتونن که موفق باشن. اهدافی که دارین در آینده به عنوان آمر جوانان ولایت هرات، برنامه‌ریزی هایی که قرار با جوانان داشته باشین، پلان ها و اهداف میشه که صحبت داشته؟ تشکر از شما آقای نجزاد. در وضعیت کنونی که متاسفانه افغانستان داره، هنوز به حالت اولیه آنقدر که باید برگرده نگشته است، تا حکومت فعلی یا خود شورای وزیران تشکیل بشه و حکومت مرکزی تشکیل بشه بعضی مشکلات داره و ما تنها کاری که در این روزهای انجام میدیم دوباره بسیج شدن جوانان هرات است. جوانانی که متاسفانه در طول 20 سال، من نمیخوام بیام غیبت از آمریتای قبلی بکنم، میگه دوستان بودن در طول 18 سال متاسفانه هیچ نوع کار، هیچ نوع فعالیتی از طرف
امنیت جوانان و ریاست اطلاعات فرهنگ متاسفانه برایشان صورت نگرفته. ما تنها کاری که میکنیم همو جوانایی که ناراحتن، همو جوانایی که 15 16 سال است از امنیت جوانان دور هستند، ما دوباره اونا رو جمع میکنیم، دوباره بسیج میکنیم تا بتونیم یک مشت محکمی باشیم، یک دست واحد باشیم تا بتونیم برنامه خیلی خوبی برگزار بکنیم. و همان گونه که یکی از جمله لایوظایف امنیت جوانان برگزاری سمینارها و همچنان سینفای آموزشی که از قبل بوده به نوع کم کم خیلی با کند کار میگرفتن و برگزار میشد، دوباره قرار است با قوی تر از گذشته، با قوی تر از همیشه که در حال برگزاری بودن، ما قرار است شروع بکنیم با تیم کاری کامیرت جوانان و همچنان تیم رضاکاری که این روزا کم کم بسیج میشن، دوباره قرار است با هم برنامه خوب شروع بکنن، قرار است دوباره آغاز بکنیم تا بتونیم یک آمریت داشته باشیم که حداقل اگر الگو نباشیم به هر ولایت از آمریت جوانان هرات یادآوری بکنن. بله دقیقا، به نظر من یکی از مواردی که این روزها انگیزه جوانان رو کم کرده در گذشته چون استفاده های ابزاری از جوانان میشه. میشده میشه. وعده نوید های برای از اونا داده میشده ولی متاسفانه به وعده ها عمل نمیشده، همین باعث شده که انگیزه از اونا کم کاسته تر بشه. ولی من باور دارم با وجود همچین جوانان مانند شما انشالله که جامعه هم پیشرفت میکنه، جوانان هم انگیزه از اونا بیشتر میشه و میخواین که اونا هم واقعا خدمت بکنن. شرطی که خدمتگزاران واقعی باشه در جامعه، اونا هم در از اونا مایی که خدمت بکنن، انشالله که جامعه موفق و کشور موفقی خواهیم داشت. یک موضوعی که جناب نگذار سه وقت شما نگیرم، مثلا در گذشته بود باید قبول بکنید که فساد در افغانستان متاسفانه به اوج خود رسیده بود، ولی یکی از خوبیایی که ما در امارت اسلامی دیدم که پیشتر جناب اقانیس هم میشه صحبت میکنن و تک کلامشان هست، میگن اگر ما تخصص نداریم تعهد خیلی خوبی داریم. در این حکومت فعلی امارت اسلامی تعهد خیلی خوبی در کار دارن. ما اگر خیلی خوب بیام از شاروال هرات هم یاله میاد بکنم، هم یاله اگر بیان شما برین از طرف شب بیرون بشین خود شاروال هرات با بل و عمود فرغون یا همزنبری که ما میگین در حال جمهوری آشخالا است، در حالی که وظیفه شاروال نیه، ولی کلا بسیج شدن مردم امارت اسلامی، کوشش میکنن به نفع حسن همگی با هم یک جا کار بکنن. و قبلا که جوانب به اشیا کشیده میشدن متاسفانه هم یک بحث فساد بود، مثلا مسئول اداره به خاطر به دست آوردن انگفت پولی که متاسفانه حال همگی به فرار هستن، به دست آوردن پول کوشش میکرد جوانان ابزار استفاده بکنه، مثلا اگر راهپیمایی بود، اگر دادخواهی بود، همگی به خاطر گرفتن پروژه و با دست آوردن پول جوانان ابزار استفاده میکرد که متاسفانه جوانان همیشه باشی بودن. ولی در حکومت فعلی همین که فساد قرار است دور باشه، همین که دیگه شاید فسادی وجود نداشته باشه، مطمئن هستم که هیچ فردی از جامعه بالخصوص قشر تحصیل کرده باشه کشیده نشده باشه. بله دقیقاً، واقعا من فکر میکنم این روزها دیگه شاید انگیزه جوانان تحصیل کرده بالاتر باشه از بس که واقعا میخواین خدمت بکنن، چون در گذشته ها طور که شما یادآوری کردین به دلیل بالا بودن فساد وقتی یک جوان میخواست که در یک اداره در یک جای برای کار بگیره، دیگه همه بحث ها به نوعی میشد که اون جوان نتونه اون کار رو بگیره، یا بحث تجربه بود یا بحث، در حالی که او جوان تخصص هم داشت اگر فرصت داده میشد برای از اون میتونست کار ثابت بکنه. فعلا چگونه میبینین؟ آیا به نحو احسن از جوانان تحصیل کرده و جوانانی که واقعا تخصص دارن استفاده خواهد شد؟ من امیرزا جناب نگزاست شاهد خیلی از برنامه بزرگ امارت اسلامی به خصوص ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هرات هستم. اگر در ولایت بریم نمی حال کسایی که در گذشته برنامه داشتن، برنامه خیلی خوبی داشتن، از کارمندان هم بخش همگی خواسته شده، فعلا در وظایف خود برگشتن و در حال انجام کارهای خود هستند. و در حکومت فعلی همیشه دوستان میگن جوانانی برای معرفی بکنین که از فساد دور بودن، همیشه جوانانی برای معرفی بکنین که همیشه باشه کشانده شده بودن از طرف حکومت قبل، متاسفانه وظایفی که باید برایشان داده میشد نشده، فقط باشه کشیده بودن و همیشه از ابزار استفاده شدن. ولی در حکومت فعلی من خوشبین هستم، قسمی که من برادران فعلی امارت اسلامی میبینم، همیشه با ایشان با برخی از آنها سر کار دارم، میبینم که خوشبین به ای هستم که انسان ها خیلی روشن فکری هستن، انسان هایی هستن که آن چیزی که ما در گذشته از اونا دیدیم، آن چیزی که از آنها برای ما گزارش داده شد و برای ما گفته بودن نیستند و انسان ها خیلی خوبی هستن. خوشبختانه از جوانان ای کار میگیرن و از جوانان تحصیل کرده فعلا استفاده خیلی خوبی میکنه. بله دقیقاً، پس دیگه جوانان ما دغدغه‌ای نداشته باشن که وقتی پول و پارتی نداشتن دیگه نمیتونن وظیفه بگیرن. گفتم یکی از خوبیای امارت اسلامی همین است که دیگه پارتی و فساد به خاطر تعیین شدن یک بست 6
و شما $1,000 یا $2,000 پرداخت میکردیم، ولی همین از بین برفته بزرگترین یک کاری است فکر کنم در افغانستان. بله دقیقا. پس یکی از خوبی های این دوره اینه که جوانان عزیز ما میتونن واقعا از تخصصی که دارن بیشه. در این زمینه استفاده بکنن. دیگه کسی که انجینره دیگه نمیره کار که بزو ارتباط کار دکتر رو نمیکنه، دکتر کار انجینر رو نمیکنه. پس بسیار خوشحال شدیم، انشالله که جوانان عزیز ما هم بتانن با واقعیت خدمت بکنن، کشور خود را رها نکنن، در جامعه خود، در شهر خود بمانن و انشالله تا که این جامعه و این کشور خود را آباد بسازن. جناب آقای نعیمی عزیز، اگر کدام صحبت باقی مانده باشه از شما میشدمیم و پیام خود را میشه که برای جوانان عزیز ولایت ایراد منهی سامر جوانان بیان بکنن. تشکر از شما جناب نگزاست، بس تلویزیون خیلی خوب اصلاح همیشه برنامه‌ای خیلی خوبی، برنامه متفاوتی برخصوص برنامه اسلامی در ولایت هرات داشته و برنامه خیلی خوب شما برنامه عصر عریبا که مرا دعوت کردین. ما از جوانان هرات باز هم خواهش دارم کشور رو ترک نکنیم، ترک کردن کشور راه حل نیست و مطمئن هستم امسال نه ولی سال آینده حتما پشیمان بشین. فعالیت جوانان از ساعت 8 صبح برخلاف گذشته ها تا ساعت 5 عصر همین روزه به شمول روزهای پنجشنبه باز است. دوستان میتونن بیان در مکان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هرات طبقه امکف. ما به خدمت هستیم، قرار نیست که من انجام بدم کاری و اینکه نام اگر امیر جوانان است فقط مسئول اجرایی هستم. بیاین برنامه شما بدین، طرح شما بدین، اجرای به دست ما تا بتونین یک مشت واحد باشین. جوانان هرات که همیشه الگوی افغانستان بودن، برای آینده حتما باشین. تشکر از شما واسه که مرد دعوت کرد. بسیار تشکر، ممنون از حضور شما هم هستیم از اینکه در برنامه با ما بودین. تشکر، زنده باشید. و بسیار تشکر از شما دوستان عزیز که بیننده این بخش برنامه بودین. برنامه عصر عریقا همچنان ادامه داره، بعد از یک میان برنامه دوباره همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.